طرز تهیه شامی آرد نخودچی. شامی کباب یکی از انواع غذاهای محبوب ما ایرانیان هست که به عنوان پیشغذا یا غذای اصلی سرو میشه و چون از کبابهای خوش به حساب میاد معمولا به همراه سس سرو میشه. این غذای لذیذ رو تقدیم میکنم به خانم شهره عزیز و مهربان. امیدوارم دوست داشته باشید و از پختنش لذت ببرید. در یک کاسه بزرگ 200 گرم آرد نخودچی رو با 1/2 پیمانه آب حل می‌کنیم. یک قاشق مربخوری نمک به علاوه فلفل به علاوه زردچوبه به علاوه نصف قاشق چایخوری زعفران و 1/2 قاشق مربخوری جوش شیرین حل شده در یک قاشق سوپخوری آب سرد رو به مواد درون کاسه اضافه میکنیم. پس پیاز رو ریز رنده می کنیم و با 3 عدد تخم مرغ کامل به مایه گوش اضافه می کنیم و هم می زنیم. بعد از مخلوط کردن مواد اولیه حالا نوبت اضافه کردن 500 گرم گوشت چرخ کرده به کل مواد هست. گوشت رو با سایر مواد مخلوط میکنیم، با دست 10 دقیقه خوب مالش میدیم تا مایع به صورت مخلوطی نرم در بیاد. اگه مایع سفت بود کمی آب گرم بهش اضافه میکنیم و بعد روش رو میپوشونیم و 1 ساعت در یخچال قرار میدیم. برای داشتن شامی های 1 دست و 1 اندازه من از 1 گوشت کوب و 2 عدد فیلتر قهوه و 2 عدد کش پلاستیکی استفاده کردم. فیلترها رو روی گوشت کوب می کشیم و با کش دورش رو می بندیم. یک کاسه آب ولرم کنار دستمون قرار میدیم و گوشت کوب رو در اون میزنیم و از مایه شامی گلوله‌ای به اندازه 1 نارنگی برمیداریم و روی سطح گوشت کوب پهن میکنیم. وسط شامی رو با انگشت سوراخ میکنیم و بعد 1 به 1 به تابه روغن داغ منتقل میکنیم. هر 2 طرف شامی رو روی حرارت متوسط سرخ می‌کنیم. کف‌های ایجاد شده هنگام سرخ کردن شامی‌ها رو از سطح مایتابه برمی‌داریم. شامی‌ها آماده شدن. تا
طرز تهیه سس شامی. 1/2 قاشق مرباخوری زردچوبه به علاوه 1 قاشق مرباخوری نعنای خشک و 100 گرم شکر رو درون کاسه می‌ریزیم. بعد 1/2 لیوان اندازه‌گیری سرکه به علاوه 1/2 لیوان اندازه‌گیری هم آب به مواد اضافه می‌کنیم، هم می‌زنیم، مخلوط می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. 1 عدد پیاز متوسط رو باریک باریک یا به صورت خلال می‌بریم و سرخ می‌کنیم. روغن اضافی پیاز داغ‌ها رو می‌گیریم و بعد محلول سس ترش و شیرینمون رو به پیاز داغ‌ها اضافه می‌کنیم، هم می‌زنیم، 5 الی 6 دقیقه روی حرارت می‌ذاریم تا کاملاً جا بیفته. سس ترش و شیرینمون را قبل از کشیدن شامی ها به ظرف می‌ریزیم. بعد شامی ها رو روی سس قرار میدیم و با کمی پیاز داغ تزئین می‌کنیم. شامی های خوشمزه ما آماده شدن. امیدوارم این غذای خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش در کنار دوستان و خانواده لذت ببرید. از شما دعوت میکنم چنانچه تمایل به یادگیری شیرینی یا غذایی خاص داشتید لطفاً در قسمت کامنت قید کنید و در ویدیوی بعد با ذکر نام خودتون اون ویدیو رو تقدیمتون میکنم. تا ویدیوی بعد روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم. ویدیوی آینده تقدیم به مرضیه خانم عزیز با دستوری از کرم کارامل.